عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی پس از ورود به مزار شریف و شکل دی هزاران نیروی مردمی برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی حال لباس نظامی برتن کرده است. آقای نور می گوید او انتظار داشت تا طالبان دست از جنگ کشیده و به صلح تن دهند، اما تحرک آن گروه و افزایش عملاتشان سبب شده تا بار دیگر برای دفاع از کشور و مردم لباس رزم برتن کند. باز که نیاز شده می رزمیم. ما دریشی خود دریشی نظامی را از جان خود کشیده بده. به منظوری که به این وطن شگفایی و انکشاف جریان داره، شگفایی می آید و انکشاف جریان داره، زیر ساخت های حیا می شه، میریم به طرف صلح و زندگی با همی و آرام. اما متاسفانه دشمنان ملت، دشمنان مردم شما را در شهرتان، در ولسوالیتان، در قریهتان، حتی در خانهتان، در پولی ناموزتان هم آرام نمیمانند. چی باید کرد؟ باید صلاح بلند کرد. بلند کنید صلاحتان اگر آمده است. آقای نور از رهبری عملیات برای راندن طالبان از ولسوالی شورتپه ولایت بلخ خبر داده، از برنامه ریزی عملیات بزرگ نظامی در هماهنگی با قوتهای امنیتی و احزاب سیاسی برای سرکوب طالبان در سایر بخشهای ولایت بلخ نیز سخن میزند. ما برنامه های کلان پیشوری داریم. برنامه کلان ما این که عملیات های کلان بعدن با تمام احزاب سیاسی قوای مسلح در نظر داریم. امروز در یک جایی آسانتر میریم و کمی راج دورتر است. میریم یک جایی که یک محصدگه که کوچک است را مشکنانیم و کمک و برادرهای خود میرسیم. رهبر جمعیت اسلامی در حال این عملیات را برای جلوگیری از پیشروی طالبان آغاز کرده است که در روزهای پسین گروه طالبان تحرکاتشان را به گونه بی پیشینه در قسمتهای از شمال افزایش دادند. اما همزمان با سقوط پیهم برخی از ولسوالی های بلخ و پیشروی گروه طالبان تا دروازه های ورودی شهر، جریان های سیاسی و چهره های جهادی بسیج های مردمی را برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور علیه طالبان ایجاد کردند.